أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در سلسله بحث اصول عقائد بحث معاد بودیم که در این جلسه میخوام صحبت کنیم که یک پاداش های رو ما میتونیم بگیریم برای کارهایی که نکردیم. موضوع بحث معاد کیفر و پاداش کارهایی انجام نداده. تا حالا میگفتیم که قیامت برای اینه که بدا به کیفر برسن، خوبا به پاداش برسن، برای کارهایی که کردن. ما کنتم تعملون، کیفر در مقابل عمل کرد و پاداش در مقابل عمل کرد. تو این یکی دو دقیقه میخوام بگم یک کاری هم که عمل نکردیم بده با کیفرشو ببینیم چجوری، یعنی گناه نکرده رو با چوب بخوریم یا ثواب انجام نداده رو با لطف خدا رو دریافت کنیم. و اون مربوطی به کارهایی که انسان با قلبش راضیه، به خاطر پیوند مکتبی، به خاطر رضایت رضایت به خاطر رضایت ها. اگر یه ظلمی بشد و ما این ظلم را بشنیم و راضی باشیم او کیفر میبریم. چرا؟ من ظلم نکردم، باشه فلانی ظلم کرد اما تو هم راضی بودی. در قرآن نمونه های رو داریم، مثلا داریم که فرق دنیا و آخرت هم یکی از فرقاش اینجاست. در دنیا، در دادگاه‌های دنیا برای کارهایی که شده پرونده تشکیل میدن، در آخرت رو انگیزه، فکر، آرزو و رضایت قلبی هم پرونده تشکیل میدن. قرآن به یهودیای زمان پیغمبر میگه فلما قتلتموهم، چرا اولیاء خدا رو کشتید؟ با اینکه یهودی‌های زمان پیغمبر کسی نکشته بودن، چون اجداد اینها کشته بودن و اینها راضی بودن به کار نیاکان، و خداوند به اینا فلما قتلتموهم، شما چرا کشتید؟ اینا نکشته بودن، اینا راضی بودن به کار دیگران. یا ناقه و شتر صالح را یکی از بین برد، پی کرد و کشتش. اما قرآن نمیگه اقره، میگه اقرو. یا علی ابن ابی طالب و یه نفر به نام ابن ملجم ضربت زد به مغز مبارکش، اما شب 19 هم نمیگن بگو اللهم الان قاتل علی، خدا لعنت کنه قاتل علی، میگه بگو اللهم الان قتل علی. قاتل یه نفر، قتل یعنی گروهی که کشتن. خب ابن ملجم یکی بود، ولی ما در لعنت بگیم خدا یا لعنت کن قاتلین را، چرا؟ برای که یکی کش مثل ابن ملجم با جمعی هم راضی بودن. بنابراین در زیارت امام حسین هم داریم که خدا لعنت کند کسی که تو رو کش، من قتلت که ولعن الله امتن سمعت به ذالک فرغزیت، شنید راضی بود. پس یه نکته است، نکته قشنگی هم هست. در دادگاه های دنیا کارهای انجام شده را برش پرونده تشکیل میدن. تو چی نیتی بودی، چه آرزو داشتی، به چه کاری راضی بودی قلبن، رضایت های قلبی و آرزوها و تمایلات و اینها را روش پرونده تشکیل نمیدن. اما در قیامت خیلی کارهایی رو که نکردیم، برعکسش کارهای خوب، یکی یه کار خوبی میکنه شما خوشحال میشی، راضی هستی به کار خوب، همین که راضی هستی شریک در اجرش هستی. اینم یه نکته که در بحث قیامت بود. در قیامت یکی از مسائلی که مطرحه مسئله شاهدان است. گواهان، گواهان قیامت. قیامت شاهد یکی و دوتا نیست. یوم یقوم الاشهاد، قرآن فرماد
یقوم الاشهاد، روزی که اشهاد یعنی شاهدها، گواها قیام میکنن. شاهد کیه؟ اول خداوند شاهده، خداوند شاهده، چون داریم که ان الله علی کل شیء شهید. ان الله، به درستی که خدا، علی کل شیء، بر هر چیزی گواه است. اولی گواه خود خداست. یا داریم کان علیکم رقیبا، خداوند در آیه دیگه داره میگه رقیبا، رقیب است، مواظب شماست. یا داریم محیطا، به شما احاطه داره. خدا بر کار شما احاطه داره، خدا رقیبه. خب دومین گواه انبیا هستن. نبعث فی کل امت شهیدا من انفسهم، نبعث و مبعوث میکنیم، فی کل امت، در هر امتی شهیدا، شهیدا گواهی، من انفسهم. ان الله علی کل شیء شهید، سوره حج آیه 17. این نبعث و سوره نحل آیه 89. مبعوث میکنیم در هر امتی گواهی از خودشون، در هر امتی گواهی از خودشون. بعد میفرماد که وجعنا بکه شهیدن، تو هم شاهد بر انبیا، یعنی انبیا شاهد بر امتشون، تو هم شاهد بر انبیا. امامان، اماما هم گواه ما هستن، چون جز اعتقادات امانی که کارهای ما عرضه داده میشه به امام زمان علیه السلام. قرآن هم فرماد وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء، شما رو امت وسط قرار دادیم تا گواه باشید. امامان معصوم، قرآن فرمود که امه وسطا، شما رو امت وسط قرار دادیم، لتكونوا شهداء، تا شما شهدا شاهد باشید. خب این امت مراد اهل بیتن، نه همه مردم. چرا؟ برای که قرآن میگه شما امتی هستید که شاهد ما. شاهد دو تا شرط داره. چیزی میتونه گواهی بده، شهادت بده، که هم بداند هم عادل باشه. ندونه نمیتونه گواهی بده، میگه من خبر ندارم. پس باید خبر داشته باشد، یک، عادل باشه، دو. حالا او کسی که بتوند آگاه بر کار مردم باشه و عادل باشه، کی میتونه باشه؟ چیه که الان من کار شما رو میدونم چیه؟ شما کار من رو میدونم چیه؟ من نمیدونم شما چه کردی، شما نمیدونم من چه کردم. او کسی که قرآن میگه یک امتیست که لیاقت داره گواه باشه بین خلق و خالق و میتونه آگاه بر اعمال باشه و عادل باشه، این روایات داریم اهل بیت هستن. چون باقی مردم که، باقی امت که، خبر از کاری که نداره که بیاد گواهی بده. فرشته، قرآن فرمود جا ات کل نفس معها سائق و شهید، روز قیامت هر کسی دو تا گواه همراشه، سائق، یکی سوق میده، گواهی میده. زمین اذا زلزلت الارض و زلزلها، تو میگه یوم اذن تحدث اخبارها، زمین میگه، میگه بله رو من گناه کرد، این فاجعه و این حادثه روی من قرار گرفت، زمین شهادت میده. وجدان شهادت میده، میگه آقا نامه ده بخون، خودت بگو به چه بت کنیم. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این خود انسان گواه بر خودشه. مثل تنه درخت که میگن خطای درون تنه درخت شهادت میده که درخت چند سالشه، یا دندونه فلان حیوان شهادت میده، گواهی میده که مثلا این حیوان چند سالشه، یا مثلا میگن رنگ رخ تو گواهی میده که تو عصبانی هستی یا مریض هستی. اعضای بدن، قرآن فرما تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، دست و پا گواهی میدن. حتی روز قیامت دستش میگه چرا علیهم شهادت میدی، چرا از میزنی، خفه شو، میگه دست منی، انتق الله الذی انتق کل شیء. اینا که میگم آیه قرآن مثلا لما شهدتم علیه، وقتی من پوست دست شهادت میده میگه لما شهدتم، چرا علیهم شهادت میدی، میگن خدا ما رو به شهادت واداشته. زمان شهادت میده، زمان شهادت میده. ذیل آیه 21 سوره قاف که میفرماد نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، در سور دمیده میشه روزی که موعود یه همچی روزی است. بعد
روایت داریم که در نور استقلین ذیل آیه میفرماد انا یوم جدید و انا علیک شهید، روز قیامتم میگه من شهادت میدم، خود عملم شهادت میده. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، از عمل حاضره، یعنی برگ اطفانات شهادت میده که زیر خاک چی چیه، برز اطفانات بده. برگ کاهو شهادت میده که زیر خاک برز کاهو بوده. این عمل چنان مجسم میشه که خود عمل شهادت میده که برزش چیه. پس روز قیامت در و دیوار شهادت میدن، این مثل که هستی همش دوربین مخفی بوده و ما غافل بودیم. خب حالا کی میخواد از گواهات چی گیرش بیاد؟ روز قیامت افرادی هم شکایت میکنن، این شاهدان بود، یا بعد داریم شاکیان در قیامت، شکایت کنندگان در قیامت. اول شاکی خود پیغمبره، پناه بر خدا، پیغمبری که میخوایم شفاعتم بکنه، او تازه خودش داره از ما شکایت میکنه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. پیغمبر میگه خدای این امت قرآن رو کنار زدن، ایده که نتونستن روش رو بخونن. حالا توضیح از من، این توضیحات من خودم مثلا، حالا خواست باشیم گله پیغمبر رو باز کنیم، باز مثلا با این بیان باز کنیم. یک، درس تفسیر چند تا هست در حوزه در دانشگاه؟ بودجه‌ای که برای قرآن گذاشته چقدره؟ چند نفر قرآن رو بی غلط میخونن؟ اینا که بخونن چند نفر میفهمن؟ اینا که میفهمن چند تا عمل میکنن؟ اینا که عمل میکنن چند تا به خاطر قرآن سفر کردن برای تبلیغ قرآن؟ بله قرآن یه چیزیست در حدی که باش استخاره کنیم، به که یا الله بگیم، نمیدونم رو کیف عروس بذاریم، برای سر مسافر باشه، تبلیغات بکنیم، خطاطی و طراحی و قرآن به عنوان یک مکتب که مثلا اقتصاد ما بر اساس آیات قرآن باشه، سیاست ما بر اساس قرآن باشه، حرف زدنمون و فکر کردنمون قرآنی باشه. یه دعا داره امیرالمومنین علیه السلام، میگه خدای قرآن را نور فکرم قرار بده، یعنی فکرم تو چارچوب قرآن فکر کنه، نور چشمم، نور گوشم، نور زبانم، نور دست پام، نور عقلم، نور قلبم، نور قبرم، نور قیامتم. حالا اینا که من گفتم باز قابل فهمه، یه چیزایی حضرت هم این فهمه که من نفهمیدم چی میگه. خدای قرآن رو نور پوست من قرار بده، دیگه نمیفهمم، مثلا نور موی من قرار بده، دیگه نفهمیدم چیه. ولی اینو فهمیدم که قرآن از هر جهت نوره. قرآن دو تا بیان هست، یکی از پیغمبر، یکی از امیرالمومنین. لا تحصا عجائبه، لا تحصا عجائبه، یه جمله دیگه نمیگیم لا تفنا عجائبه. فرق از چیه؟ یکی از امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی از پیغمبر. قرآن فانی نمیشه، عجائبش یعنی ابدی. آخه گاهی وقتا آدم یه برج میسازه، تا یه مدتی تو این منطقه برج مهمه، بعد یکی میاد برج بلندتر میسازه، دیگه این دیگه عجب نیست، دیگه فانی شد. همیشه هر عروسی روز اولش عروس داره، بعد یه آدم دو شکم میزاد و مریض میشد و پیر میشد و یه عروس دیگه پیدا میشه. اما قرآن میگه عجائب قرآن فانی نمیشه، این تاریخ مصرف نداره، در هر زمان نوه. بعد میگه یکی هم نی، لا تحصا، یعنی احصا نمیشه که، دو تا و ده تا نی. آخه کسی مثلا در 3 رشته، در 5 رشته، در 20 رشته، یعنی عجایب قرآن نه قابل شمارشه، یعنی هم تنوع داره و هم ابدیت داره. لا تحصا عجائبه، لا تفنا عجائبه. این قرآنی که قد عجبه، مثلا ما با این قرآن اصلا نمیدونیم چیه قصه. قرآن مهجوره، حرفای قرآن نکته داره، حرفای قرآن نکته داره. این که قرآن این کلمه رو چه بار گفته، کجا مطرح کرده،
تعدادش جایی که قرار گذاشته شده با یه عبارت گفته. امیرالمومنین فرماد لا بحرون، دریایی که لا یدرک قعره، قعرش معلوم نمیشه. یکی از شاکیان پیغمبره که قرآن محجوره. مثلا مدیریت در قرآن کی کار کرده؟ روابط اجتماعی در قرآن کی کار کرده؟ شما یه ازدواج میخوای را بندازی، بسم الله الرحمن الرحیم، اول هدف ازدواج، دوم انتخاب همسر، چه آیه داریم برای انتخاب همسر؟ مسئله آمیزش جنسی چه آیه داریم؟ قرآن برای آمیزش جنسی چی گفته؟ ایام حاملگی چی؟ تغذیه نوزاد چی؟ حقوق کودک چی؟ با کی قرار کنیم؟ با کی صلح کنیم؟ چه کاری بکنیم؟ چند ساعت کار بکنیم؟ چجوری عبادت کنیم؟ چجوری بجنگیم؟ اخلاق جنگ، اخلاق صلح، آیین تربیت. قرآن به عنوان مکتب مجبور شده بود. یکی از شاکیان قرآنه. قرآن خودش شکایت میکنه. مسجدی که توش نماز نخونی شکایت میکنه. اینا از خودم همش حدیث. رهبران معصوم شکایت میکنه. بله اینها ما نوبل کردن، رفتن سراغ بنی امیه، رفتن سراغ بنی عباس. اینم شاکیان. اعترافات در قیامت، این خودش یه دریا حرفه. بحث عوض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعترافات در قیامت. فاعترفوا بذنبهم، اقرار میکنه، اعتراف میکنه. میگن ما عاقل نبودیم. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر نسمع، اگر درست گوش میدادیم و نعقل، تعقل میکردیم، الان بدبخت نمیشدیم. غلبت علینا شقوتنا. عربی هایی که بخونم قرآنه، شقاوت ما غالب شد. ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای حالا فهمیدیم، فرجعنا نعمل صالحا، برای اون گرده به دنیا ای صفت بگه. ربنا اخرجنا منها، خدای من از دوزخ نجات بده، فانا ظالمون، ما اقرار میکنیم که بد کردیم. یا ویلنا، وای بر ما، قد کننا فی غفلتن، ما غافل بودیم از یه همچی قیامتی. اعترافات در قیامت، غافل بودیم، ظالم بودیم، حالا فهمیدیم، کاش بود فهمیدیم. اینم بحث یکی از بحث قیامت. ولی اینا حرف داره دا. اینا یه دل عارفی میخواد بگه، یه دل عارفی هم بشنوه. فعلا ما مثل، من خودم میگم، مثل لوله آهنی که داره آب رد میکنه، این آب تو خودش فرو نمیره. حضرت امیر گاهی که قرآن میخون جیغ میکشید. آرزوها در قیامت، یک، حل نامن شفعا، آیا هستی کسی بیاد من اینجا از بدبختی نجات بده، شفیع ما باشه؟ حل الی مرد من سبیل، راه بازگشتی هست؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش خاک بودم. خاک یه دونش میده یه خوشه میداد. من همه نعمتها خدا رو خودم یه رکعت نماز نخوندم. فلا صدق ولا صلا، نه تصدیق کرد نه نماز خوند. یا لیتنی لم اتخذ فلان الخلیلا، کاش با فلانی رفیق نمی‌شدم. لقد اضلنی عن الذکر، رفیق منو خرابم کرد. لو ان لی کردتن، ای کاش برام یک بازگشتی بود. آرزوهاست، کاش بازگشتی بود، کاش رفیق نمی‌داشتم، کاش یاراهی بود، کاش کاش کاش. یکی از اسم قیامت یوم الحسره هست. کاش برای خدا دست میخوندم، حدیث مدرک بود به جای نرسیدم. کاش برای فلانی، برای رضای خدایی کار میکردم. تمام کارهایی که برای خدا انجام ندیم روز قیامت حسرت خواهیم خورد، چون فکر میکنیم عجب، خدا کارمونو به بهش میخرید، مردم فوقش خوشش اومد، کف دادن. بسیاری از کارهایی که برای مردم کردیم مردم اصلا متوجه نشدن، ولی خدا همه کار رو متوجه میشد، میدونه. مردم کار کم قبول نمیکردن،
ولی خدا کار کم قبول میکنه. فما یعمل مثقال ذره، به مقدار ذره کار بکنی خدا قبول میکنه. اما مخلوق، اگر من به شما گفتم یه لیوان آب بده، شما رفتی نصف استیکان آب برام آورده، من ناراحت میشم، میگم چه بساطی، چرا تحقیر میکنی منو؟ خلق جنس کم قبول نمیکنه، خدا جنس کم قبول میکنه. خلق جنس معیوب قبول نمیکنه. امام که دعا میکنه، در دعا داریم که بعد از نماز میگه خدای این نماز ما بود، ان کان فی رکوعها او سجودها خلل او نقص، اگر در رکوع و سجودش خلل و نقصی، خدا یا شطور دیدی ندیدی، با عیباش بردم. من چرا برای خدا کار نکردم؟ این آرزوها هست. یکی از مسائل قیامت میزانه. میزان این چه؟ فمن ثقلت موازینه و من خفت موازینه. آیات تو قرآن داریم که در قیامت میزانه. میزانه چه؟ میزانه به وسیله سنجش. پایه رو شما با شاغل میبینی، خط رو با خطکش سنجش کنی، پارچه رو با متر، هندونه رو با کیلو، هوا رو با میزان حراره، فشار خون یه میزانی داره، تب یه میزانی داره، هر چیز یه میزانی داره. انسان میزانش چیه؟ ولی وزنو یوم اذن الحق، میزان قیامت حقه، مردم با حق میسنجن. سوره اعراف آیه 7. انسان‌های کامل میزانن. انشالله قسمت شب بریم نجف زیارت امیرالمومنین، داریم السلام علیک یا میزان الاعمال، زیارت حضرت علی، اون زیارتی که روز میلاد پیغمبر هست، روز تولد پیغمبر سفارش شده زیارت حضرت علی بخونید. وقت تو اون زیارتی که مال امیرالمومنینه به مناسبت میلاد پیغمبر، السلام علیک، سلام بر تو یا علی ابن ابی طالب، که تو میزونی. خب من اگر با علی بسنجن که دیگه نماز من با نماز علی. حضرت علی بعد شبا یا شبان روزها 1000 رکعت نماز میخوند، 1000 رکعت با توجه. ما در کل 70 سال عمرمون 1 رکعت نماز با توجه نداریم. یعنی 70 سال ما، 80 سال ما 1000م 1 شب حضرت علی نیست. اونم فقط در نماز، در علم و شجاعت و تقوا و خلوص و سوز و معرفت و اوناش چه نگفتیم. فقط نماز علی حساب کنید، ما کل عمرمون 1 دقیقه نماز امیرالمومنین نداریم. این موازین وقت چه چیزای میزان رو سنگین میکنه، چه چیزای میزان رو سبک میکنه، اینا همش آیات و روایات میخواد که دیگه بحث میزان یه بحثیه. بالاخره روز قیامت وسیله سنجش، یعنی حساب و کتاب تو کاره. میسنجن عبادت چقدره، روی اینا اثر هم میذاره تو همین دنیا. گاهی وقتا یه عمل خوب همه عملهای به دربین میبره، گاهی یه عمل بد همه خوبی. بذاریم مثال بزنم، خدا رحمت کند مرحوم فلسفی رو، یک عالمی بود که خطیب درجه یک ایران بود، حدود 90 سال خطیب درجه یک بود. آخه همیشه وزن وردارا، فوتبالیستا، هنرمندا یه دوره هم بعد از گردونه خارج میشن، یه تازه نفس میاد. ولی ایشون خطیبی بود که 60-70 سال خطیب اول ایران بود. یه مثال میزد، میگفت چطور یه کار خوب همه به دیار عبین میبره. مثال میزد، مثال ازشونه، یاد ازشون بکنی. میگفت یه شاگردی در یه شرکتی مغازه کار میکنه، ولی هی اذیت میکنه استخار رو، بدکاری، کچکاری، کمکاری. اما یه مرتبه وارد خونه استاد میشه، میبینه که بچه استاد افتاده تو استخر، تو حوض داره خفه میشه، فوری با لباساش میپره این رو نجات میده. یه کار خیلی که بره استاد که این استاد تمام بدی های جوان رو فراموش میکنه. این آیاتی که میگن نکفر عنهم سیئات، یعنی به خاطر یه کار خوب گاهی همه بدیا بن میره. یکی برعکسش، گاهی یه کار بد همه خوبیا بن میبره. یه شاگرد دیگه رو حساب کنید که 20 سال درست منظم اتو کشیده تمام دستورا رو انجام میده، نه چیزی شکسته، نه چیزی گم کرده، همش خیلی گوش به فرمان و تمام مطیع و بر قربانگو، 20 سال خدمت عالی کرده. اما یه بار میاد تو خونه استاد ایش وسوسه میشه، بچه استادو میکشه، سر بچه استادو میبره.
یک عملی که انجام داد تمام 20 سال خوبیاش همین میره. پس میتونه یه عمل خوب تمام بدیار رو بین ببره، یه عمل بد تمام خوبیار رو بین ببره. ولذا در قرآن آیه دیده میگه حبتت اعمالهم، خیلی کار خوب کردن اما حبت شد ابین رفت. مثل بازی فوتبالی که یه سوزن میکنه توش کل بازی ابین میره. بابا یه سوزن یه گوشش بله، ولی بادش رفت بازی لغو شد. شماره تلفن میگیری شماره آخرش رو نمیگیری. مثل آدمی که روزه یه دقیقه قبل از افطار افطار میکنه، کل گرسنگی میشه افطار کشته هیچ. خب روز قیامت موازین که گفتیم شاید یا چون هر کسی یه میزانی داره یا هر انسانی میزانهایی داره، میزان علمش، میزان تقواش، میزان اخلاصش، چون گاهی وقتا خوبی ها هم با درجه بندیشه. آقا ایشو راستگوه، خب برای چی راست گفت؟ راست گفت چون از خدا ترسید، یا راست گفت به خاطر که تحتیل دروبگه مشتش باز بشه؟ قرآن فرماد یسأل الصادقین عن صدقهم، روز قیامت از صادقین هم میپرسن عن صدقهم، یعنی تو صداقتت برای چی بود؟ چون اگر کسی صداقت داشته شد برای که میگه تحتم دروغ بگم آبرون بریزه. چرا لب چهار رو واسیدی؟ ولی تحتم برم پلیس جریمه هم کنه. خب لب چهار رو واسیدی نه ترس که کمال نی، اینو ممکنه یا بزغاله وحشی هم افساد سرش کنه نگرش داره، این مهم نی. اونی مهمه که شما عقیده به نظم داشته باشی، عقیده به نظم داشته باشی، این مهمه. خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی رو تو ماشینش نشسته بودیم زمان طاغوت، حدود ساعت 12 شب بود، ایشون خودش هم پشت فرما بود، یه ماشین داشت بنا بود بریم یه جایی، خیابونا تهران هم خلوت بود، حدود ساعت 12 زمان طاغوت رسیدیم به چهار راه وایسید. گفتم بابا ماشینی که ایبروبر نیست، هیچ کی نیست تو خیابونا، برو. گفت من نظام را قبول ندارم، نظام شاهنشاهی رو، ولی نظم قبول دارم. نظام قبول ندارم ولی نظم قبول دارم. ما نباید به خاطر اینکه پلیس جرم، بنابراین این که در قرآن حرف اینه، چرا در قرآن موازین گفتن؟ موازین یعنی میزانها. چرا گفته چند تا میزان؟ یا به خاطر که هر انسان یه میزانی داره، یا به خاطر که هر انسانی میزانهایی داره، میزان علمش، میزان تقواش، میزان صداقتش، میزان شجاعتش. حالا مسئله صراط، اهدنا الصراط المستقیم، از خدا میخوایم در راه مستقیم بریم. در قیامت یک پلی است به نام صراط روی دوزخ که باید از رو پل عبور کنیم. قرآن فرمود ام منکم الا واردها، همه باید از رو عبور کنن، منتها مؤمن که عبور میکنه آتش سرد میشه، بعضی مثل برق میرن، بعضی جست و خیز میرن، بعضی میفتن پایین. هر کس در دنیا راه حق را انتخاب کرد و رفت، صراط اینجا نتیجه صراط اونجاست. هر کس در اینجا در راه مستقیم رفت، اونجا هم از صراط عبور کنه. هر که اینجا کج و معوج شد، اونجا هم گیر و گور داره. هم احمد حنبل رئیس حنابله، امام احمد حنبل و هم ابن بلحدید میگن که عبور و سقوط از پر مربوط به علی ابن ابی طالبه، که این با علی ابن ابی طالب برخوردش چجوری بود. الغدیر جلد 3 صفحه 299 هم از ابن بلحدید نقل کرده هم از احمد حنبل نقل کرده که علی ابن ابی طالب قسیمون جنت و النار، با علی ابن ابی طالب برخورد چی بود. امیر المومنین فرمود انا صراط الممدود بین الجنت و النار، انا صراط، اون راهی که کشیده شده بین بهشت و جهنم که بود از اون خط رهبریه. بالاخره تو چه خطی بودی؟ رهبرت کی بود؟ دینتو از کی گرفتی؟ در کنار نجف مسجد سهله است و کوفه، کنار مسجد سهله مسجد کوچیکه به نام مسجد زید نمازی داره و دعای داره. این دعا مال اونجا است که میگه خدا یا روز قیامت قیل للمخفین جوزو، به اینها که بارشون سبکه گناهی ندارم میگن جوزو عبور کنید از پل بروید، ولی المستقلین حطو، به آدم هایی که گناهان سنگین دارن میگن سقوط کنید، نمیدونم من عبور خواهم کرد یا سقوط خواهم کرد. پل صراط، این مقدار از بحثایی که همه رو به طور اشاره گفتیم، هر موضوعی یعنی موضوع
رضایت بر کارهای انجام نداده، کارهای خوب یا کارهای بد یه بحثی داره، گواهان یه بحثی داره، شاکیان یه بحثی داره. اینا همه رو من فقط خیلی فهرستوار میگم. و السلام علیکم و رحمت الله.